سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. سرخی راموز مدافع اسپانیایی در آخرین حضورش در میدان با پیرهن پاریس سن ژرمن رکورد به نام خودش ثبت کرد. زلاتان ابراهیموویچ ستاره میلان شب گذشته در میان بحت و ناباوری بازیکنان این تیم و همه فوتبال دوستان از دنیای فوتبال خدافیزی کرد. باشگاه ریال مادرید در حال برنامه‌ریزی برای انتقال 100 میلیون پوندی هری کین کاپیتان تیم ملی انگلیس است. راموز با پایان مهلت قراردادش با پاریس سن ژرمن تصمیم گرفت از این باشگاه جدا شود و حضور در باشگاه جدید را در دوران فوتبالش تجربه کند. این بازیکن در دیدار برابر کالرمون که با شکست پی جی همراه بود برای آخرین بار در ترکیب تیم به میدان رفت و موفق شد گل اول تیمش را به ثمر برساند. این گل باعث شد که این مدافع اسپانیایی به موسمترین گلزن پی جی در تمامی رقابت‌ها تبدیل شود. او در زمان به ثمر رساندن این گل 37 سال و 65 روز داشت و هیچ بازیکن پیش از این با این سن نتوانسته بود برای پی جی گلزنی کند. نکته جالب اینجا است که پیش از این هم موفق به شکستن این ریکورد شده بود و در ماه فوریه توانسته بود این ریکورد را از یکی دیگر از بازیکران سابق ریال مادرید بگیرد. پیش از این ماکالولی با 36 سال و 301 روز ریکورد موسمترین گلزن پی جی را به خود اختصاص داده بود. این دومین گل این فصل راموز در لیگ فرانسه و چهارمین گل او در این فصل برای پی اس جی بود. پاریس سن ژرمن به طور رسمی فصل 2022-2023 لیگ یک را به عنوان قهرمان فرانسه به پایان رساند. بازیکنان پاریس سن ژرمن قبل از بازی به همراه فرزندان یا اعضای خانواده خود وارد زمین شدند. میسی را سه پسرش تییاگو، ماتیو و چیرو همراه می کند. آنها می خواستند در آخرین بازی با تیم فرانسوی در کنار پدر باشد. مذاکرات تمدید قرارداد بین ستاره آرژانتینی و باشگاه معتبر فرانسوی با شکست انجامید و هر دو روز شنبه پایان روابط حرفه‌ای خود را اعلام کردند. درست زمانی که همه بچه‌ها می خواستند زمین مسابقه را ترک کنند تا راه را برای شروع مسابقه باز کنند، پسر میسی با او خدافیزی کردند. اما تییاگو که شکار دوربین‌ها شده بود تا آخرین لحظه منتظر ماند تا به پدرش بگوید موفق باشی. میسی یک پیشنهاد رسمی از سوی اینتر میامی دریافت کرده است. طبق گزارش نشریه مارکا این پیشنهاد شامل قرارداد 3 ساله با مبلغ قابل توجه است. اما مبلغ هر چقدر هم که بالا باشد به پای پیشنهاد 400 میلیون دلاری تیم الهلال عربستان سعودی نمیرسد. در کنار این دو پیشنهاد باشگاه بارسلونا هم تمایلش به جذب اسطوره آرژانتینی را ابراز کرده است. اگرچه هیئت مدیره بارسا برای آوردن میسی باید نیازهای مالی خاص را برآورده کند، اما آنها می توانند از ارتباط عاطفی عمیق میسی با این باشگاه بهره ببرند. این خبر بازتاب زیاد در رسانه ها داشت و البته نیمار هم شدیداً تحت تاثیر قرار گرفت و در شبکه اجتماعی نوشت: برادر، آن طوری که فکر میکردیم نشد، اما همه تلاشمون را کردیم. خوشحالم که دو سال دیگر را در کنارت گذراندم. در مرحله جدید زندگیت موفق و شاد باشی. دوستت دارم. زلاتان خدافیزی کرد. اشکایش روی گونه هایش لخت و برای همیشه فوتبال را ترک کرد. او بدون اینکه در زمین بازی حاضر شود مجبور به ترک میلان شد و جایگاه هواداران متعصب میلان با بنر تماشایی به او ادای احترام کردند. روی این بنر نوشته شده بود: خدا نگهدار خدا. تا به بازیکنی که اسطوره تمام ادوار بود و دو قهرمان لیگ ایتالیا را در کارنامه داشت احترام و در حد و اندازه خودش گذاشته شود. هواداران میلان در طول بازی و در زمان حضور او روی نیمکت هم دست از تشویقش بر نداشتند و این کار بود که در تمام این مدت و در زمانی که او به دلیل مصدومیت قادر به حضور در میدان نبود هم انجام دادند. زمانی که نمایشگر بزرگ ورزشگاه ناگهان تصویر زلاتان را پخش کرد، او با دستش شکل قلب را نشان داد تا به هوادارانش ابراز احساسات کرده باشد. همه کسانی که در ورزشگاه حضور داشتند اشک می‌ریختند. او در ابتدا لبخند بر لب داشت، اما آرام آرام چشمانش پر از اشک شد. سرخ شد و سپس بالاخره پسری که همیشه قدرتمند بود و میخوان تسلیم شد. زلاتان گریه کرد و از دنیای فوتبال خدافیزی کرد. او که در چند ماه اخیر بارها و بارها در برابر انتقادات سینه سپر کرده و گفته بود که قصد دارد به فوتبال ادامه دهد، بالاخره کوتاه آمد و گفت: زمان آن رسیده که از فوتبال خدافیزی کنم. او با لباس سیاهی که به تن داشت و موهایی که پشت سر بسته بود، در حالی که تمامی اعضای خانواده اش و 70,000 هوادار میلان که عاشق او بودند در ورزشگاه حضور داشتند، از دنیای فوتبال خدافیزی کرد. نمایشگر ورزشگاه بارها هلنا همسر او را نشان داد که با تلخی گریه میکرد و فرزندان او هم شرایط بهتری نداشتند. مراسم زلاتان پس از پیروزی 3-1 برابر هلاس ورونا آغاز شد. با فرش سرخی که تا مرکز زمین کشیده شده بود و بازیکنان که او را دوره کرده بودند، همه تشویقش کردند و در آغوشش کشیدند. استیفانو پیولی، پاولو مالدینی، ماسارا و اسکورونی پیراهن با شماره 11 به او اهدا کردند که امضای تمامی اعضای تیم روی آن دیده میشد و آهنگ گلادیاتور در ورزشگاه پخش شد. زلاتان سپس خطاب به تمامی حاضران گفت: در این لحظه خاطرات بسیار در ذهنم وجود دارد و احساسات بسیار در قلبم است. میخواهم از تمامی اعضای خانواده ام و کسانی که با من صبوری کردند تشکر کنم. سپس دوست دارم از خانواده دومم، بازیکنان و هواداران از صمیم قلب تشکر کنم. شما کار کردید که حس کنم در خانه هستم. آخرین جملات او برای تمامی طرفداران میلان در سراسر دنیا بود: من تا همیشه طرفدار میلان خواهم ماند. حالا زمان آن رسیده که با فوتبال خدافیزی کنم. اگر خوش شانس باشید به زودی شما را خواهم دید. روز زلاتان فستیوال از عشق و اشتیاق بود. حتی بزرگترین ها هم به حد اشک ریختند که چشمانشان سرخ شد.
زلاتان ابراهیموویچ سال 2020 برای دومین مرتبه به میلان برگشت و در 78 بازی 37 گل به ثمر رساند. همچنین به روسنالی کمک کرد تا بعد از 11 سال اسکوداتا را به افتخاراتش اضافه کند. در مجموع ستاره سیویدی برای میلان در 163 بازی 93 گل در دو دوره به ثمر رساند. زلاتان که 511 گل در دوران باشگاهیش به ثمر رساند در تیم‌های مالمو، آژاکس، یوونتوس، بارسا، انتر، پاریس سن ژرمن، منچستر یونایتد و لس آنجلس گلکسی هم بازی کرد و با میلان کفشهایش را آویخت. اما نکته مهم این که در حال زلاتان ابراهیموویچ تصمیم گرفت از فوتبال خدافیزی کند که پیش از آن گفته میشد شاید با پیرهن مونسا تیم تحت مالکیت برلوسکونی باز هم در زمین حاضر شود، اما اون چنین تصمیم نگرفت و بعد از میلان با فوتبال هم وداع کرد. پس از این که ریال مادرید تایید کرد که کریم بنزما تابستان امسال پس از 14 سال برنابئو را ترک خواهد کرد، گل‌های اسپانیایی میخواهند هری کین جانشین مهاجم فرانسوی شود. کارل آنجلوتی سرمربی ریال مادرید از باشگاهش خواسته برای جذب هری کین اقدام کند، در حالی که آنها کای هاورتز مهاجم چلسی را هم زیر نظر دارند. کین که ماه آینده 30 ساله می شود تنها یک سال دیگر با باشگاه تاتنهام قرارداد دارد. دانیل لووی رئیس باشگاه تاتنهام هم نمی خواهد او را بفروشد و برای ترساندن ریالی ها مبلغ بیش از 100 میلیون پوند طلب خواهد کرد. لووی قاطعانه گفته که کین را به رقیب لیگ برتری نمی فروشد و به نظر می رسد این تابستان پیشنهاد منچستر یونایتد را رد کند. اما فروش هری کین به باشگاه بزرگ خارجی ممکن است جذابتر باشد، با اینکه مهاجم انگلیسی به دنبال شکستن رکورد گلزنی در لیگ برتر خواهد بود. کین قبلا به صراحت گفته که علاقه به حضور در تیم مثل پاریس سن ژرمن ندارد و شاید اولویت او ماندن در لیگ برتر باشد. کین اکنون تنها 47 گل با رکورد 260 گل آلن شیرر در لیگ برتر فاصله دارد و میداند اگر یک فصل دیگر در اسپرز بماند و بازیکن آزاد شود پیشنهادهای پردرآمد دریافت خواهد کرد. آنجلوتی همچنین هاورتز را شناسایی کرده برای این که میخواهد دو مهاجم در تابستان جانشین بنزما کند که برای قرارداد با حقوق 1 میلیون پوندی در هفته با سعودی ها آماده می شود. باید دید آیا ریال مادرید می تواند نظر کین را برگرداند و او را وسوسه کند تا تابستان امسال تاتنهام محبوبش را ترک کند. بعید است آنها با پرداخت 100 میلیون پوند برای بازیکنی که ماه آینده 30 ساله می شود و یک سال هم از قراردادش باقی مانده موافقت کند. اما می دانند دانیل لووی مذاکره کننده سرسخت است. کین به تاتنهام وفادار مانده است و باشگاه مایل است او قراردادش را در سال آخر تمدید کند، اما اکنون ریال مادرید آماده است تا شانس خودش را آزمایش کند. باشگاه ریال مادرید در چند روز اخیر اعلام کرد که با کریم بنزما، ایدن هازارد و مارکو آسنسیو خدافیزی خواهد کرد و به همین دلیل هم بازی با بیلبائو آخرین بازی آنها بود که توسط همتیمی هایشان به هوا پرتاب شدند. اما شرایط این سه ستاره در مادرید کاملا متفاوت بود. کریم بنزما 354 گل زد و با 25 جام پر افتخارترین بازیکن تاریخ باشگاه شد. مارکو آسنسیو 16 جام کسب کرد و گل‌های حساس به ثمر رساند، اما به طور مداوم در ترکیب اصلی تیم قرار نمی‌گرفت. ولی ماجرای ایدن هازارد تلخ‌ترین بود، چرا که او را به عنوان یک ستاره مطرح چلسی به خدمت گرفتند با تعداد بازی‌هایی که به دلیل مصونیت از دست داد بیش از تعداد بازی‌های برای کهکشانی‌ها در 4 سال بود. آخر سر هم هازارد 7 میلیون یورو گرفت تا یک سال زودتر قراردادش را تمام کند. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.